داستان افسانه یک چاه در نزدیکی قم. جمکران سوء استفاده از باوری دینی روی دوش ایدئولوژی سیاسی، حکومت منتظر ظهور یا وقتی نائب امام زمان از خودش مهمتر است. جمهوری اسلامی چگونه بر امام دوازدهم شیعیان دخیل بست؟ تو همه با عشق و گریه، اون هم سجده های طولانی و قنوت های طولانی. روایتی اغراق شده از حضور علی خامنه‌ای در اینجا، مسجد جمکران در 8 کیلومتری جنوب شرقی شهر قم، مسجدی که برخی شیعیان معتقدند امام دوازدهم بیش از 1000 سال پیش دستور ساختش را به فردی داده، آن هم در زمانی که به اعتقاد شیعیان از نظرها غایب شده بود و همچنان غایب است. در طول تاریخ این مسجد به مکانی مقدس برای شیعیان تبدیل شد، همراه با خرافه وجود یک چاه. وقتی مردم می توانستند نامه های توسلشان را درون این چاه بیندازند، با این خیال که امام دوازدهم شیعیان سر فرصت تک تکشان را می خواند و تصمیم می گیرد که کدام حاجت را برآورده کند. این چاه سال 1350 پر شد تا با این بدعت دینی مقابله شود، اما بعد از انقلاب و در سال 72 دوباره رونق گرفت. به گفته مرتضی وافی، مداح بیت خامنه ای و از مسئولان مسجد جمکران، هر دو سه ماه یک بار چند نفر وارد چاه می شوند و بدون اینکه خوانده شوند خمیر می شوند و تنها اشیای قیمتی که مردم در چاه می اندازند جمع‌آوری می شود. در دو دهه گذشته برخی مراجع تقلید تقدس این چاه را رد کردند، اما تاکید بر نسبت امام دوازدهم شیعیان با مسجد جمکران باعث پیوند بیشتر برخی مردم با این چاه میشد. برای مثال محمد تقی بهجت از مراجع تقلید گفته بود یکی از سادات به تازگی نزدیک مسجد جمکران خانه گرفته و به طور مکرر امام زمان را دیده. خامنه ای هم سال 89 در سفر به قم مدعی شد مسجد جمکران به زعم او مورد توجه اولیای الهی است. با این حال آبان ماه سال 99 اعلام شد که چاه عریضه جمکران موقتاً و به دلیل عملیات عمرانی بسته شده. با علم کردن این بنر که در آن تاکید شده زائران می توانند عریضهشان به امام دوازدهم شیعیان را به هر آبی بسپارند و این چاه قداستی ندارد. بعد از انقلاب 57 روح الله خمینی جمهوری اسلامی را در ایران حاکم کرد. از آن زمان روحانیون با سوار شدن بر احساسات مذهبی مدعی شدند جمهوری اسلامی تا زمان ظهور امام زمان برقرار خواهد بود. هرچند خمینی آبان ماه سال 60 نشان داد که برای تثبیت قدرت حتی با امام زمان هم تعارف ندارد. یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. چه در زمان رهبری خمینی و چه بعد از آن در دوره خامنه ای، رهبران جمهوری اسلامی از طرف هوادارانشان نائب امام زمان خوانده شدند. مهدویت و انتظار برای ظهور امام دوازدهم شیعیان بخشی از ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی بوده، اما مهدویت در ایران اگر یک نقطه عطف داشته باشد روز سوم تیر ماه سال 84 است، زمانی که محمود احمدی نژاد به قدرت رسید، کسی که دولتش را دولت امام زمان می‌خواند و حتی در جلسات هیئت دولت موقع نهار یک بشقاب خالی برای امام دوازدهم شیعیان روی میز قرار می‌داد. او در یکی از اولین اقداماتش 1,100,000 دلار به توسعه مسجد جمکران اختصاص داد. بر اساس خاطره‌ای که در کتاب مشاور هاشمی رفسنجانی آمده، احمدی نژاد می‌خواست اتوبان ویژه‌ای بسازد که فرودگاه امام تهران را به مسجد جمکران وصل کند تا امام زمان هنگام ظهور در ترافیک اتوبان تهران قم گیر نکند. خامنه‌ای که توانسته بود با احمدی نژاد از شر دولت‌های اصلاح طلب راحت شود، با موعودگرایی احمدی نژاد همراهی کرد، زمانی که او در سازمان ملل از امام زمان می‌گفت به حاله نور دور سرش. خامنه‌ای هم در کنار او از برنامه 5 مرحله‌ایش برای ظهور میگفت که نظام انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و دولت اسلامی و کشور اسلامی بعدشه. اما تغییراتی در احمدی نژاد زنگ خطر را برای او به صدا در آورد، زمانی که احمدی نژاد و همفکرانش ظهور را نه پدیده‌ای متعلق به شیعیان بلکه انقلابی جهانی و انسانی می‌خواندند.
در مستند ظهور نزدیک است، خامنه‌ای در کنار احمدی نژاد یکی از یاران امام دوازدهم شیعیان محسوب می‌شد. بسیاری از شخصیت‌های اجتماعی سیاسی عقیده خود را مبنی بر سید خراسانی بودن مقام معظم رهبری ابراز کردند. نزدیکان حکومت این افکار احمدی نژاد را به اسفندیار رحیم مشایی و حلقه انحرافی نسبت می‌دادند. گروهی که در سال 92 به حاشیه رانده شدند تا بعد از این دخیل بستن به امام دوازدهم شیعیان در انحصار خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بمانند. از آن موقع سفرهای خامنه‌ای به مسجد جمکران ادامه پیدا کرد و اون نایب امام زمان خوانده شد. در دوره‌ای که خامنه‌ای همان صندوق انتخابات نیمبند و نمایشی را هم به صفحات تاریخ فرستاد، هواداران او سوء استفاده سیاسی از باور دینی مردم را تئوریزه کرد. پس چرا خیلی ها تعجب میکنن اگر کسی بگه که انتخابات درست و انتخاب درست و نهادینه شدن انتخاب درست در ظهور موثره؟ کار به جایی رسیده که فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به فشار بین‌المللی میگوید کشور ما سرزمین امام زمان است و او نایب خود یعنی خامنه‌ای را یاری میدهد. امام زمان ارمان آفدا منتظر ماست، هفته آینده بعد از دعای ندبه پای صندوقای رای. دکان دونبش خامنه‌ای و شرکا وقتی جمهوری اسلامی دین را دام کرد. مشتبه پور محسن، لندن.